بسم الله الرحمن الرحیم. من سر جمعه خلابان حسین شنگوی هستم، خلابان حالمان و افتان و افتشاده و افتان و مقدس جوانتن خلابان بود که در پایگاه تبلیز با 24 سر درباره نبردها شدم و سال مقصدان به احمان افتشاده گسترش پیدا کردم و تا آخر جنگ در آسمان ایران بودید در سرزمین جنوب و در آسمان شکلی خواست و در افتخار دارم که امروز بانو جابیه آجیسانی در پیش دوگمانی که نسکر حضاییت و مادیان دوگردن آره شداری و بحشم بایگاه گستم کرده بانه را آجیسانی مکرم و بارمان کنم و میخوام به مخاطبین عزیزشون بگم که این پایگاه مهمترین پایگاه و نزدیکترین پایگاه به پایگاه بچین بوده و اصلا بدون قرب میخوام بگم اگر پایگاه دسپول مقاومت نکرده بود اصلا سرنوشت جنگ یه جوری دیگه رقم خورد. نمیگم جنگ به نفع عراق تمام بود در پایان، ولی به این زودی ما نمیتونستیم مدل جنگی عراق را بدون حضور خلبانان و شهادت خلبانان پایگاه دسپول متوقف کرد. بنابراین اگر عراق مدل جنگی عراق در سرزمین خوزستان ایستاد، اگر عراق 34 روز در پشت دروازه خرمشهر گیر کرد، اگر عراق تونست آبادان محاصره کنه و نتونست آبادان سقوط نکرد، اگر عراق تا یوب به هردان آمد و تا سوسنگر تسلیم کرد، اگر عراق پشت جسر نادری و پور نادری تا کرد آمد و حتی تونست رادار دهران یا رادار دهران اسمش دهران دهران که در قربش سقوط بوده و پرسه 8 و در پرسه داد کنه، ولی پایگاه دهران مقاومت کرد و باید تخلیه و تخلیه بشه، ولی با حماسه که شهید فرمودی فرموده فقید نیروی هوایی آفید گفت تا نیروی هوایی که هوا داره از این میکنه ملشه و یک خدمات داره در داخل کابی میکنه میشه ما پایگاه چهارم شکاریم به زمان تخلیه نمی کنیم. این پایگاه را به جنگ نیروهای زریح دشمن و نیروهای عراق متوقف شدن و پیروزی برقاسای عراق در همون دو ماه اول جنگ شکست خورد و به جنگ به یک جنگ مردمی و یک جنگ فرسایشی تبدیل شد و این بزرگترین دستاوردهای نیروی هوایی و پایگاه چهارم شکاری در دوران دفاع مقدس بوده که بعد از اون دیگه نیروهای بسیجی نیروهای مردمی ما فرا رسیدن و با اتحادی که بین ملت ایران و نیروهای مسلح تشکیل شد برنامه‌ریزی شد که عملیات بزرگ صاحب الهمه طریق القدس فتح امید بیت المقدس و همه دیگه انجام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.